اینو عملیات جستجو با دستگاه مغناطیسی بد نیست. حالا این مال فیشر، عدد ویدیوهای هم داره، بنابر ویدیوهای کار میکنه، دستگاه خوبیه، دستگاه عالیه، ولی برای عمق کم. برای عمق زیاد خود کمپانی های اینا هیچ تاییدیه نداره که شما بیاید طلا رو در عمق زیاد بگیرید و اکثر منابع یا اطلاعاتی که این دستگاه ها به شما میدن برای اهداف در عمق کم هستن. برای عمق زیاد اگه بخواید اینا استفاده کنید، از عدد ویدیوهای دستگاه مغناطیسی مانند اینا نمیتونید استفاده کنید، چون اینا مانند دستگاه فرکانسی نیستن که در کنار ادیتشون یا ویدیوهایشون ترشولد سطح و حجم داشته باشن و فرکانس بهره ببرن. اینا عمومتاً دارن از مغناطیس بهره میبرن و خود مغناطیس به طور عمومی در عمق کم زیاد مشکلاتی نداره، میتونه فلزات رو تشخیص بده، میتونه تا حدودی تفکیک کنه، ولی از یک عمق به بعد مثل 12 اینچ که روی تمام دستگاهاشون نمیشه 12 اینچ یا 60 تا 70 تا بیشتر دیگه نمیتونن تفکیک کنن، به خصوص نمیتونن طلا رو بگیرن. حالا با صدا شاید یه عده بتونن کار کنن، ولی عملیات صحیحی رو نمیتونید تو مناطق کوهستانی صفر سخت با دستگاه پالسی VLF TR یا هر کدوم از این دستگاه انجام بدین. و خود کمپانی های تولید کننده مانند فیشر، گرد، وایس و مایلب هیچ وقت نیومدن تایید کنن که دستگاه های ما طلا رو در عمق زیاد میگیره، مگر اینکه بعضی فروشنده ها اومده باشن فیلم هایی رو به عنوان تست ساخته باشن و گفته باشن که این میتونه طلا رو در عمق زیاد بگیره، که خب فیلم ها هم قابل قبول نیست، چون شما در زمان خرید خودتون باید نوع هدف رو تشخیص بدید و کار رو اون رو ببینید. اینکه یه دستگاه بتونه تو آب کار بکنه مشخصه خاصی نداره، چون این آب خودش به صورت ثابته و چون جریان فشارش بر سطح حجمیش از نظر جاذبه یکسان هستش، پس فرقی با زمین عادی نمی کنه، چون در عمق کم داره کار میکنه و ربطی به عمق زیاد هم نداره.